آیا آلمان در مقابل طالبان کوتاه آمده است؟ به تازگی گزارش های منتشر شده که نشان می دهد دولت آلمان اقدام طالبان برای محدود کردن خدمات قنسولی برای افغان ها در این کشور را پذیرفته است. این خبر توسط رسانه دویچوله منتشر شده و بر اساس یک سند رسمی وزارت خارجه آلمان خدمات سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری این کشور در بن را اعلام کرده است. ماجرا از این قرار است که وزارت خارجه طالبان در نهم از اعلام کرد که خدمات کنسولی چهارده نمایندگی افغانستان از جمله سفارت افغانستان در برلین و کنسولیگری این کشور در بن فاقد اعتبار است. در پاسخ به این اعلامیه، آلمان پذیرفت که خدمات کنسولی را به کنسولیگری افغانستان در مونیخ که با طالبان همکاری دارد محدود کند. اما نکته قابل توجه اینجاست که آلمان درخواست طالبان را برای ارائه خدمات قنسولی به تمام افغانهای مقیم اروپا توسط نمایندگی مونیخ رد کرده است. این اقدام آلمان به دلیل مخالفت با کنوانسیون ویانا در مورد روابط دیپلماتیک عنوان شده است. آلمان در حالی که طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد اما تحت فشار افکار عمومی و ضرورت اخراج افغان‌هایی که درخواست پناهندگیشان رد شده به نوعی با طالبان وارد تعامل قنصوری شده است این فشارها از آنجا ناشی می که آلمان در نهم سنبله 28 مهاجر افغان را که سوابق جرمی داشتند به افغانستان اخراج کرد تحلیل شخصی من این است که تعامل آلمان با طالبان در حوزه خدمات کنسولی نشان دهنده یک نوع تسلیم شدن در برابر شرایط پیچیده سیاسی و انسانی است اگرچه دولت آلمان طالبان را به رسمیت نمیشناسد اما به نظر میرسد که حفظ منافع ملی و کنترل مهاجرت باعث شده تا به صورت غیر مستقیم وارد نوعی همکاری با طالبان شود شما چه نظری دارید آیا فکر می کنید آلمان باید سیاستهای خود را در قبال طالبان تغییر دهد یا همچنان به مواضع سختگیرانه خود پایبند بماند نظرات خود را با ما در میان بگذارید